دیدبان حقوق بشر در گزارشی با انتقاد از سیاست های هند در برابر اقلیت ها اعلام کرد که دولت این کشور به طور سازمانی یافته علیه مسلمانان تبعیض قائل می شود و به منتقدان دولت اتهامات بی اساس وارد می کند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه با انتشار گزارشی دولت هند را به اتخاذ قوانین و سیاست های ها هدفمند علیه مسلمانان و سایر اقلیت های دینی متهم کرد. گزارش دیدبان حقوق بشر در آستانه 23 فوریه اولین سالگرد خشونت ها در دهلی نو شده که در جریان آن 53 نفر از جمله چهل مسلمان کشته شدند این خشونت ها پس از آغاز اعتراضات علیه قانون اصلاحی شهرمندی هند در سال 2019 انجام شد که مسلمانان مهاجر به هند را از شهرمندی این کشور محروم کرده است این قانون به اقلیت های اهل افغانستان، بنگلادش و پاکستان که تا قبل از سیه کم دسامبر 2014 به هند مهاجرت کردند تابعیت هندی داد اما مسلمانان را مستثنا کرده است در گزارش دیدبان حقوق و شر آمده مقامات به جای انجام تحقیقات معتبر و بیطرفانه از جمله درباره ادعای مبنی بر دامن زدن رهبران بی جی پی به خشونت ها و همکاری پلیس در سرکوب ها فعالان و سازمان دهندگان اعتراضات را هدف قرار دادن در همین راستا میناکشی گنگالی مدیر امور بینالملل دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا گفت حزب نارندرامودی نه تنها نتوانسته است از مسلمانان و سایر اقلیتها در برابر حملات محافظت کند بلکه از جریانات متاسب حمایت سیاسی می کند از سوی دیگر کویتا کریشنان، از فعالان حقوق بشر نیز با سرزنش دولت گفت ما روزانه شاهد موارد زیادی از حملات و رفتارهای متاسبانه هستیم که مسلمانان، سیک ها و مسیحیان را مورد هدف قرار می دهند در شش سال گذشته خشونت ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و دولت از آن حمایت می کند